که پر جستیم و کم دیدیم و در کار است و نیست، آن که پر جستیم و کم دیدیم و در کار است و نیست، نیست در معنا به جز انسان که بسیار است و نیست. چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور. سلام و درود. به دلیل وقت کم امروز و گفتگوهای متعددی که در ارتباط با مسائل پیرامون اون از اینجا و جای جهان ممکنه در این برنامه روی بده، با سلام و درود وصف میکنم اولین گفتگوی برنامه حرف آخر مسعود امینی از لس آنجلس با دکتر حسن عباسی سیاوش اوستا از فرانسه، آقای دکتر خزعلی از داخل میهن. خزعلی گوش خدمتتون الان روی خط هستیم. شما مسعود جان، شما صدا رو قبل صدا استودیو بذارید بالاتر که دکتر خزعلی بتونن بشنون. سلام عرض میکنم، درود میشنوید من حضرت اوستا سیاوش جان میشنوید؟ آقای دکتر خزعلی شما صدای آقای امینی دارید؟ من خیلی به زحمت. آقای دکتر خزعلی درود بر شما، صدای من رو میشنوید؟ سلام بر شما، درود بر شما. آقای خزعلی بی حاشیه، بی تعریف و بی تعارف، بدون صغرا و کبرا، آقای دکتر خزعلی نظریات تازه‌ای رو امروز ارائه می‌کنن که این نظریه انسانی، دینی، ایرانی، ملی، خدایی و انسانی بچه‌های ایرانه که شما نمایندگان این دوره شید. آقای دکتر خزعلی گرامی خیلی خوش اومدین به برنامه من. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر خزعلی، من چیزایی رو روی سایت شما خوندم در ارتباط با کشتن آقای احمد خمینی و رأی گیری انتخابات شما در ارتباط با جمهوری اسلامی در مواردی اینگونه، به خصوص بله. آقای دکتر خزعلی کمی ضعیفه شوربختانه و چون الان صدا بهتر داری؟ من صدای شما از توی در واقع مثل از اسپیکر چیزی میاد و متعذر میشم. آقای دکتر خزعلی، من خواهش میکنم در ارتباط با نوشته های روی سایتتون نظرتون رو دوباره برای هموطنانمون بفرمایید. گوش میکنیم، بفرمایید. الان هیچ صدایی ندارم. آقای دکتر خزعلی، خب من چون برای که از وقت صرف جویی کنم، میگن این نوشته های اخیر جنجالی شما روی سایتتون در این رابطه به ما توضیحات بدید. قتل سید احمد خمینی، مسئله عباس پالیزاد و جریان آقای احمدی نژاد و اینکه صدای زن نژاد در سوئیس حضورش به نفع اسرائیل بود یا به زیان اسرائیل؟ صدای آزادی زن در اسلام، آقای سیاوش اوستا، آزادی صدای زن در اسلام، این نظریات جالب و شیرین ایشونه. در اسلام بود که شما مقاله‌ای که نوشتید مقاله‌ای بود که بارها آقای
آقای مسعود امینی اینو بحث کرده بود صدای زن. اینها پرسش هاییست که آقای مسعود امینی مطرح میکنه. مسعود جان گوش میکنیم و آقای دکتر خزن. خب من فکر میکنم از بحث آخر که بحث داخل شروع کنید که حضور آقای احمدی نژاد در ژنو و حاشیه های فراوانی که داشت، برای مثال معترضینی که با در واقع قیافه متعارض و حتی به تعبیر بعضی ها در دکبونه اومدن در اتفاق کردن، این پیامی داشت که اینا میخوان بیان کنن که مخالفین احمدی نژاد این شکلی هم دردکن. اگر میخواستم واقعا اعتراض جدی داشته باشن به صورت فرمن اعتراض میکردن. من میخوام بگم برنامه در واقع اینها عامل هستن برای سرویس های خاص که این انجام این مأموریت انجام بدن. یک، آقای احمدی نژاد رو برای انتخابات بعدی آماده کنن، مهیا کنن، بهتر بیاره با همین قضیه بتونن تبلیغات گسترهی مظلوم نمایی در آخر شر مصرف داخلی انتخاب مجدد احمدی نژاد برای آوردن ایشون مصرف خارجی ممانعت از مصوبه علیه اسرائیل که به هر دو دست کرد. اگر بنا بود اعتراض جدی علیه رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد بشه، میشد یک نفر جنتلمن از اون جلو بایسته و سخن بگه. بحث دیگه در اینجا خیلی جالب توجه بود، پرتاب شید به سوی احمدی نژاد که ما این مسئله رو در ارومیه هم داشتیم که کفشی به سویشون برد شد. روزی که زیدی در عراق کفشی به سوی بوش پرد کرد، همه در ایران حداقل ذوق زده شدن و آقای جنتی گفت همه باید از این به بعد با کفش به تظاهرات برن. من اون روز نوشتم فرهنگ کفش پرانی رو رایج نکنید، درها پرتاب شید به سوی سخنران برای ما یک تبخش است و فرهنگ نیست. هر جا باشد این کفش به سوی شما باز میگردد. این فرهنگ رو ترویج نکنید که اگر دیگری هم کرد بتونیم محکوم کنیم. و امروز ببینیم اون کفش خیلی زود به ما برگشت و اون اشیا خیلی زود به ما برگشت. این بار این تکرار شد. من از همه مردم دنیا میخوام که فرهنگ پرتاب به کفش و گوجه از سایر اشیا رو محکوم کنند علیه هر کی میخواد بشه، علیه دشمن ما. اگر سنگی پرتاب شد یا کفشی پرتاب شد باید محکوم کنیم. درسته، دقیقا. بله میفهمیدیم آقای خزلی. و مسئله بعدی که حالا میفرمایید بحث مقاله تحت عنوان صدای زن من داشتم چند روز پیش، یه خاطره ای نقل کردم از تیزر کتاب سفید که درش یک هم‌آوایی و کور زنان بود. صدای سیمو از پخش این ممانعت کرد و استاد مجید انتظامی ناچار شد اون هم‌آوایی زیبای زنان رو با ویولون جایگزین کنه. پخش شد در حال من اون مراسم رو رفته بودم در منظر آقای مردی که اون موقع معاونت اول قوه قضاییه بودن. من سؤالی طرح کردم، بعضی از روحانیونم دور سفره افطار نشسته بودن، گفتم مگر علی و فاطمه تنها معصوم نیستند که با هم ازدواج کردن و عادت هم پیامبر اکرم معصوم است؟ آیا از خانه پیامبر تا خانه علی 9 کیلومتر حی قبا مگر ننوشته اید که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بر شطور سوار کردن و ریسمان این شطور در دست سلمان فارسی بود و گرد این شطور زنان پیامبر که امهات مؤمنین هستند شعر میخواندن در کوچه های مدینه؟ مثلا عایشه میخواند فاطمه تو خیر و بنات بشری و وجهها یشبه وجه القمری، که فاطمه بهترین دختران عالم است و صورت او چون روی ماه هست. با ملودی اصلانی زنان پیامبر آواز شاد عروسی را در کوچه های مدینه به صورت زنده میخواندن، چطور امروز